انتشار سند، انتشار سند هم حتما انجام خواهد شد. حالا اینکه سند منتشر بشه به صورت رسمی یا اینکه در اختیار قرار بگیره حتما انجام خواهد شد و بعد کارهای ابتداییش انجام بشه تا اینکه در اختیار قرار بگیره. جان این سوال ها عمدتا حول محور همین حق غنی سازی هستش. آقای جان کری هم الان اعلام کردن که ما حق غنی سازی رو به هیچ وجه به رسمیت نشناختیم. آیا در توافقی که صورت گرفت بین ایران و پنج به علاوه یک کشورهای توافق نکردن که به گونه اظهار نظر کنن که حالا مبتنی بر اون توافقی باشه که صورت گرفته؟ من کاری به اظهار نظرهای کشورها ندارم. آمریکایی ها ادعا میکنند که حقی به عنوان حق غنی سازی به رسمیت نمیشناسند، بلکه برنامه های غنی سازی رو به رسمیت میشناسن. این موضعیه که یک کشور برای خودش میتونه داشته باشه و اون چی که مهمه برای ما، اون چی که عرض کردم، حق غنی سازی، حق غیر قابل انتزاع در NPT هم به رسمیت شناخته شده. تفسیری که آمریکا از NPT داره مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق جامعه بین المللی نیست. و خب همیشه آمریکایی ها تفسیرهای منحصر به فردی از حقوق بین الملل داشتن. مهم اینه که سندی که مورد توافق قرار گرفته، در این سند برنامه غنی‌سازی به عنوان یک جزئی از هر راه حل به رسمیت شناخته شده و برای ما این همون هست که همیشه مردم ایران می‌خواستن که برنامه‌شون بدون اینکه فشار جامعه بین‌المللی رو تحمل بکنه به رسمیت شناخته بشه. البته ما نمی‌خوایم کسی این احساس رو داشته باشه که برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما اهداف غیر صلح‌آمیز دارن و در این زمینه همکاری میکنیم تا اینکه برنامه ایران به عنوان یک برنامه عادی از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته بشه. بفرمایید. سوال من در مورد تحریم هاست، اینکه توی بازه زمانی کوتاهی میخوام که ما بگید که دقیقاً چه جور تحریم های کاسته میشوند. بر اساس سندی که ما در پیش رو داریم، برخی تحریم ها کاملا برداشته میشن، مثل تحریم پتروشیمی، مثل تحریم طلا، مثل تحریم فلزات گرانبها، مثل تحریم خودرو. برخی تحریم ها، هر گونه تحریم جدید متوقف میشه، هیچ تحریم جدیدی ایجاد نخواهد شد. برخی تحریم ها از افزایش پیدا نمیکنه، امکان دسترسی ایران به امکانات بانکی فراهم میشه، بسیاری از منابع مالی ایران که به صورت غیر قانونی در خارج محدود شده بودند در اختیار ایران قرار می گیرند. یعنی به عبارت دیگه تحریم ها در سراشیبی قرار گرفته. یه برنامه‌ای که 7-8 سال طول کشیده تا ایجاد شده، یک شبه از بین نخواهد رفت، بلکه ما در مسیری قرار گرفتیم که این امید به صورت کامل وجود داره که این مسیر به رفع کامل همه تحریم ها انشالله بیانجامه. بله. آیتو رو سایم کنم زمین سلام، خسته نباشید خدمت شما هم در مورد شمار سانتریفیوژ ها، سطح انباشت مواد بشه برود آژانس، پروتکل الحاقی، اینها چیزی سند؟ نه خیر، پروتکل الحاقی در ما در مرحله نخست در مورد پروتکل الحاقی بحثی نمی کنیم. البته پروتکل الحاقی کلش منوط به تصمیم مجلس شورای اسلامیه و هر گونه تصمیم گیری در این زمینه در سندم مشخصه، حتی در مرحله نهایی موکول به تصمیم مجلس شورای اسلامیه که بدون اون هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت، ولی در مرحله اول اصولا در این زمینه نیست. همکاری ها با آژانس، شفافیت با آژانس ادامه پیدا خواهد کرد، در حوزه های همکاری رو گسترش میدیم با آژانس برای اینکه برخی نگرانی ها رفع بشه، که این برنامه رو هم در هفته گذشته با امضای قراردادی که توافقی که با آژانس بود به صورت توافق مرحله مرحله شروع کردیم و ادامه خواهیم داد. در واقع در ادامه این روند در مرحله اول از طرف مقابل بسیاری از مشکلاتی که از برای انتقال پول نفت ایران ایجاد شده بوده، برای بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران ایجاد شده بوده، برای انواع خدماتی که ارتباط داشته با برنامه‌های خرید و فروش نفت ایران، خیلی از این مشکلات کاسته خواهد شد و انشالله به سمت رفعشون پیش خواهیم رفت.
در حوزه نتنز و فوردو شمار سانتریفیوژا همینی که هست باقی خواهد موند، دست نمیخوره به شمار سانتریفیوژا. مواد همش در ایران باقی خواهد موند، مواد 5% ما حفظ خواهد شد به صورتی که هست، 20%مون ما برای راکتور تحقیقاتی تهران نیاز داریم که این مواد رو تبدیل به سوخت بکنیم. این روند ادامه پیدا خواهد کرد بر اساس برنامه‌ای که خود ما داشت. جانم اگه اجازه بدین دیگه تمام بکنیم. دکتر یک سال اگه اجازه بدین. این تحریم‌های بانکی مشخصا کاملا لغو شدن، یکی این یکم که برنامه‌ای دارین که برای آینده در موضوعات دیگه‌ای هم مثلا سوریه یا حتی بحرین مذاکره کنیم؟ ما مذاکراتمون منحصر بوده به بحث هسته‌ای و به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد. نه، عرض کردم تحریم‌های بانکی در بسیاری از موارد فشارهایی در حوزه معاملات بانکی بر ایران وارد می‌شده که این فشارها غیر قانونی بوده. خیلی از اینا در واقع کاسته خواهد شد. در برخی موارد امکان نقل و انتقال دارایی های ایران فراهم میشه. از کی این برنامه شروع میشه؟ ظرف 2-3 هفته تا قبل از پایان سال مسیحی برنامه رو اجرا خواهند کرد. نشستی هم خواهید داشت؟ نه خیر. نه. بله خانم، آخریش شما بفرمایید. وزارت خارجه آمریکا همین اولی بیانیه صادر کرده. نگرانی‌های آمریکا و جهان در مورد برنامه مسیحی قوت خودش باقی هستش. این نگرانی ها و این اظهار نظر آمریکا شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این نگرانی ها قرار هستش از گام آخر رفت شده همچنان مشاهدون باشید که در 6 ماه آینده ما همینطور این اظهار نظر ها رو بشنویم و در این حال همکاری هم بکنیم؟ اونجا که مهمه این است که ما به سمت حل مشکل پیش بریم. از اینکه اظهار نظرهایی صورت بگیره، بالاخره ما فراموش نمی کنیم که یک تاریخ بسیار پرتنشی با ایالات متحده ما داشتیم و داریم. مردم ما هیچ اعتمادی به دولت آمریکا ندارند و ضرورت داره که دولت آمریکا با رفتار خودش تلاش بکنه لااقل به این بی‌اعتمادی دامن نزنه، این بی‌اعتمادی رو افزایش نده. زمان امتحان فرا رسیده و الان فرصتیه برای غرب که تلاش بکنه اعتماد مردم ایران رو به خودش جلب بکنه و آمریکا هم باید در این تلاش حضور داشته باشه اگر به منافع خودشون فکر میکنن. اگر دنبال ادامه سیاست‌های گذشته باشن، قاعدتاً نباید توقعی برای تغییر جدی در این زمینه داشته باشن. منافع خودشون اقتضا میکنه که اگر درست نگاه بکنن، اگر قدرت ایران در منطقه و دنیا رو ببینن، باید نوع دیگری از تعامل با این مردم داشته باشن. بدونن که مردم ایران با فشار، با تحقیر، با تحمیل حتما مقابله میکنن. مردم ایران مردم سربلندی هن، همواره ایستادگی کردن و این ایستادگی امروز به نتیجه رسیده و کسانی که میگفتند در ایران یک سانتریفیوژ نباید بچرخه، امروز پذیرفتن که هر راه حلی در مورد بحث هستی ایران حتما شامل برنامه غنی‌سازی میشه. ممکنه سخت باشه برای بعضیا که این وضعیت رو بپذیرن، اما این واقعیتیه که الان در سند هم اومده. هیچ برنامه ایران تعطیل نخواهد شد و در مقابلش تحریم ها روند کاهش رو شروع میکنن. این دستاورد بزرگیه. من امیدوارم همه ما از این دستاورد که حاصل مقاومت مردم هست، ما فقط در واقع یک کار فنی انجام دادیم، اونچه که ما رو به این دستاورد رسونده مقاومت مردم، ایستادگی مردم، تحمل فشارهاست. این دستاورد مردم رو دست کم نگیرند. حتما این دستاورد شروع یک پایان مناسبی برای بحرانیه که بی جهت به مردم ایران تحمیل کردن. مردم ایران رو برای 7-8 سال گرفتار یک وضعیت ناخواسته کردن و مردم با مقاومت خودشون نشون دادن که تحریم راه به جایی نمیبره، تحقیر راه به جایی نمیبره، فشار راه به جایی نمیبره و ناگزیر خواهد شد دنیا که با مردم ایران از در تکریم و احترام گفتگو بکنه.
ممنونم از همتون، لطف کردین، انشالله خسته نباشین و امیدوارم که این نتیجه این زحمات شما روشن شدن تصویر کامل برای مردم ما باشه. خیلی ممنون.